پرده برداری از ترس نظام از خیزش انقلابی مردم. وقتی علی خامنه‌ای برخلاف تریبون‌های رسمی در پس پرده نگران ادامه اعتراض هاست. پرده دیگر از اسناد هک شده خبرگزاری فارس به دست بلک ریوارد، روایت خیزش انقلابی مردم ایران از بولتن سری حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران که پس از هک خبرگزاری فارس وابسته به سپاه در اختیار ایران اینترنشنال قرار گرفته. بولتنی که خبرگزاری فارس به طور اختصاصی برای فرمانده کل سپاه پاسداران تهیه کرده. در 3 ماه گذشته خامنه‌ای در چند سخنرانی تلاش کرد خیزش مردم را یا کوچک بشمارد و یا وعده پایان قریب الوقوع اش را بدهد. این بساط شرارت جمع خواهد شد بدون شک. اما در بولتن سری سلامی نقل شده که رهبر جمهوری اسلامی پیش از تهیه بیانیه مشترک وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه تاکید کرده نظام در جنگ رسانه‌ای عقب افتاده. او گفته اعتراض ها یا به زعم و اختشاشات به این زودی ها تمام نمی شود. این اختشاش برنامه ریزی داشت. بنده به صراحت میگم این برنامه ریزی کار آمریکا، کار رژیم غاصب و جعلی صهیونیستی و دنبال روای اونهاست. هم خامنه ای هم لشکر رسانه‌ای او اعتراف می کنند که کلاه دشمن خارجی دیگر برای مردم ایران پشم ندارد. آنها با نگرانی از اینکه مردم ایران جمهوری اسلامی را دشمن خود می‌بینند می‌گویند باید کاری کرد که مردم توجهشان به خارج از مرزها جلب شود. در بولتن سری حسین سلامی بارها از کمکاری ابراهیم رئیسی و علی شمخانی انتقاد شده. به نوشته این بولتن خامنه‌ای در ماجرای کشتار زاهدان رئیس دولت 13 و دبیر شورای عالی امنیت ملی را به کمکاری متهم کرده. در این حال هم خامنه‌ای و هم نزدیکانش از ناکارآمدی دستگاه سرکوب ابراز نگرانی کردند. غلامعلی حداد عادل پدر همسر مشتبه خامنه‌ای به رهبر نظام گفته تنها یک جمعیت بزرگ میتواند اعتراض‌ها را جمع کند و به نظر او بسیج ضعیف شده و این توان را ندارد. نشانه ای از نارضایتی خامنه‌ای از عملکرد خود حسین سلامی که در مقام فرمانده سپاه وظیفه مدیریت بسیج را هم بر عهده دارد. نیمه پنهان نگرانی زمینی خامنه‌ای که در آخرین سخنرانیش در روز شنبه محسوس وقتی با خواندن یک آیه از نیروهای بسیج خواست سست نشوند. آخرین توصیه من آیه قرآنه: ولا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلام ان کنتم مؤمنین. خامنه‌ای به حدی تنها مانده که به حداد عادل تشر زده که چرا اصولگرایان فقط موقع انتخابات حرف میزنند و در اعتراض ها سکوت کردند. در بولتن سری حسین سلامی گفته شده که بسیاری از اعضای مجمع تشخیص و مجلس خبرگان و نمایندگان دولت سکوت کردند و حتی یک توییت نزدند. سکوتی چنان مرگبار و ترسناک برای خامنه‌ای که او را واداشته به چهره سیاسی دستور دهد بدنی نیرومند بسازد تا در بزنگاه‌ها به قول خودش سینه سپر کند. در این حال این بولتن فاش کرده سران سه قوه کمیته‌ای برای بررسی علل شکل‌گیری اعتراض‌ها را انداختند به ریاست غلام حسین اژه‌ای رئیس قوه قضاییه، سه چهره‌ای که در کنار خامنه‌ای از اصلی‌ترین بانیان وضع موجود کشورند. تشتتی که رهبر نظام را واداشته آنطور که بولتن سری فارس روایت کرده بارها دستور برخورد شدید با دستگیر شدگان را بدهد. خامنه‌ای و دیگر مقام‌های ارشد نظام بارها سرویس‌های اطلاعاتی خارجی را به اثرگذاری در خیزش انقلابی متهم کردند. اما در بولتن سری خبرگزاری فارس آمده که سرویس اطلاعاتی کشور دوست و برادر جمهوری اسلامی یعنی روسیه به نقل از شنود دستگاه اطلاعاتی غربی گفته که مردم ایران در وضعیت انقلاب قرار گرفتند. بولتن و بولتن نویسی از پدیده‌های رایج در جمهوری اسلامیه. سانسور رسانه‌ها جزء لاینفک نظام در 14 دهه گذشته بوده. بنابراین افراد، گروه‌ها و یا نهادهایی بخش‌هایی از اخبار رو که سانسور میشن کنار هم می‌چینن و در قالب جزوه‌ای با عنوان بولتن سری یا طبقه‌بندی شده در اختیار افراد خاص عموماً مقامات ارشد نظام قرار میدن. این بولتن‌ها معمولاً در یک یا چند نسخه محدود منتشر میشه و در اکثر اوقات دریافت کننده باید بعد از مطالعه از بین ببردش. این بولتن‌ها البته صرفاً خبرهای سانسور شده نیست. سیاست‌های نظام در زمین‌های مختلف در این بولتن‌ها روشن میشه. در واقع این بولتن‌ها چهره بدون روتوش‌تر نظام رو نشون میده.
اما جمعه سیاه زاهدان یکی از مهمترین نکات مطرح شده در این بولتن سری است. روزی که بیش از 90 شهروند در زاهدان با گلوله نیروی انتظامی و امنیتی قتل عام شدند و نظام در ابتدا تلاش کرد آن را گردن گروه‌های تروریستی بیاندازد، اما حالا مشخص شده مقام‌های نظام در عالی‌ترین سطح می‌دانستند عامل این جنایت کیست. خامنه‌ای شلیک با تیربار نیروی انتظامی را تایید کرده و با این ادعا که گزارش نیروهای مسلح با گزارش نیروی انتظامی تفاوت دارد، نماینده‌اش را به سیستان و بلوچستان فرستاد. نکته جالب این که حاج علی اکبری نماینده خامنه‌ای میگوید تجربه لازم را ندارد، اما رهبر نظام پیشنهاد فرستادن عباس علی اختری نماینده مجلس خبرگان را رد میکند و میگوید حاج علی اکبری از او زیباتر است و به زعم او قاطعیت دارد. برای ساکت کردن مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان که خامنه ای را مسئول جنایت معرفی کرد. رهبری جمهوری اسلامی که در همه این نیروهای مسلط تحت فرمان ایشان است، بالاخره همه مسئولان پیش خدای تعالی. در بولتن سری خبرگزاری فارس آمده که رهبر نظام دستور داده مولوی عبدالحمید بازداشت نشود، بلکه نظام او را بی‌آبرو کند. در این بولتن نظرسنجی وزارت کشور هم آمده که بر اساس آن 56% مردم فکر می‌کنند اعتراض‌ها به این زودی‌ها تمام نمی‌شود. بر اساس همین نظرسنجی بیش از نیمی از مردم ایران معتقدند حجاب باید اختیاری باشد و کمتر از 14% مردم اخبار صدا و سیمای حکومتی را صادقانه می‌دانند. در 3 ماه گذشته مقام‌ها در تریبون‌های رسمی تعداد معترضان را کمتر از 40,000 نفر عنوان می‌کردند، اما در بولتن سری حسین سلامی تعداد معترضین در خیابان 600,000 نفر ارزیابی شده. کارشناسان سپاه هم اعتراف کردند که اعتراض‌ها در ایران سراسری است. اسنادی که در نتیجه هک بلک ریوارد به دست اومده نشون میده که خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران چیزی فراتر از یک بنگاه خبرپراکنیه. در واقع شاید خبررسانی فقط 5% کار فارس باشه. لااقل اونطور که اسناد رسیده به دست ایران اینترنشنال نشون میده، به نظر میرسه این خبرگزاری یک اتاق فرمان برای عملیات روانی و جنگ علیه مردم ایرانه. به رغم کشته شدن بیش از 400 نفر در جریان خیزش انقلابی، به نوشته بولتن سری حسین سلامی، خامنه ای از یگان ویژه نیروی انتظامی برای مقابله با معترضین تشکر ویژه‌ای کرده. اگرچه شجاعت مردم در مقابل سرکوبگران ترس را به جان نیروهای سرکوب انداخته، تا جایی که درخواست شده گروهی از نیروهای مسلح از نیروی انتظامی و بسیج محافظت کنند، واکنشی به ترسی که از معترضین رخت بسته و به نیروهای سرکوب منتقل شده. بولتن سری حسین سلامی در یک جمله: خامنه‌ای در مقابل خیزش انقلابی مردم علیه نظامش تنها مانده و ترسیده، خیلی هم ترسیده. مشتبه پور محسن، لندن.